به سلام ایرانیان، بازی اینجا با شما عزیزان. و بله، من برگشتم با یه ویدیو واسه شما. و واو، هر وقتی من سه شنبه رفتم فرنز آرینا که ایران و سوئد ببینم، انتظار نداشتم که این همه ایرانی خواستن بیان به این فرندلی مچ بین ایران و سوئد. و شما عزیزان این پایین میبینین، ایران یه گل زده و سوئد سه گل، و متاسفانه سلاتان هم یه گل زدش دیگه که یکمی خراب کار کرد. ولی این فوتباله با فوتبالای چیزای دیگه خیلی فرق کردش. اوکی، من تا حالا تو فوتبال نبودم و نمیدونم که اتمسفر فوتبال چجوریه، ولی اینجوری که فوتبالیستای سوئدی، سلاتان و دروازه‌بان سوئدی که متاسفانه الان ما پشتش نشستیم، اول هاف تایم نشسته بودیم، این اصلا نتونست بشنوه که سلاحتان چی گفتش. و اصلا کلان سلاحتان و اینا نتونستن بشنون که به همدیگه یا به تیم، به بقیه چی گفتن. میگم اینقدر اتمسفر این ایران بین سوئد انقدر بالا بودش که ایرانی انقدر داد زده بودن که گفتن ایران ایران ایران، سوئدی ها اصلا نتونستن بشنون که چی گفتن به هم دیگه. و اینم اینم واسه من شوکه است که والا 95 یا 93 درصد یا 95 درصد از اونایی که اومده بودن ایرانی هن، فقط ایرانی بودن. والا هم تو سپورت ایران هم تو سپورت سوئد ایرانی بودن. و اینم واسه من یه شوک بود که وات، این همه ایرانی اومدن که هر دو تا تیما رو سپورت کنن. و منم میگم این یعنی فوتبال. فوتبال همیشه باید از بابت عشق باید باشه. آکه نمیگم که همه عاشق هم دیگه باشه مثل لزبیان و اینا، نه اینت نمیگم، ولی میگم که عشق فوتبال باشن، به جایی که دعوا کنن، به جایی که جر و بس کنن و به جایی که فوتبال رو خراب کنن. که متاسفانه تو شاید تو ایران این کار نمیدن، تو ایران این کار میکنن یا نه، وقت استقلال با پش پلیس و اینا دعوا میکنه، ولی تو سوئد مثلا آیکو یا این گروه های فوتبال اینجا ایفکو یا دبار یا اینا باز میکنن، والا اینا جرو بس میکنن به همدیگه که کدوم تیم بهتره. ولی هر وقت ایران و سوئد اومد بازی کنه، واو، و خیلی قشنگ بازی کردن. ولی یه چیزی هم هستش که ایرانی ها خیلی دوستان چیزی بگن به مردم و هم گفتن. یه تیمی بود، یه گروهی بودش که بیرون فرنز آرینا قبل از که این کلن این فرندلی میچ شروع بشه، گفتش که بله داد زدن مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. و بله، من از جمهوری اسلامی ایران خوشم نمیاد، خود جمهوری اسلامی شو ایران رو دوست دارم، مردماشون هم عزیزن، ولی اونایی که تو جمهوری اسلامی و والا کلن جمهوری اسلامی کار میکنه و میخوان مردما رو خراب کنه و زندگی زنا رو خراب کنه تو ایران، متاسفانم واسه شما عزیزان اونایی که ایران رو دارن خراب میکنن به این قشنگی. والا و همینم بودش این فوتبال بین سوئد و ایران، که ایرانی ها بتونن جمع بشن، زن، مرد، بچه، محسن، پیرز، اوکی نمیخوام بگم پیرز مرد پیرز زن، ولی میفهمید دیگه، بچه، محسن، هر جوری باشن، همه بتونن جمع بشن و دو تا تیم قشنگ رو سپورت کنن. نه مثل تو ایران که مردو برن فوتبال و زنا باید بیرون والا استادیوم باشن و گریه کنن که نمیتونن برن فوتبال رو ببینن، یا مثل که ایرانی ها متاسفانه این فوتبال تو ایران سانسور کردن که هر وقتی مثلا این زنا رو و این تیش سپورتر ها ایرانی ها نشون دادن،
اونجا سانسور کردن که نخواستن والا زنا رو نشون بدن. و والا جمهوری اسلامی اگه شما ببینین شما چقدر کثافتین والا. من انقدر عصبانی میشم از بابت این. ولی شما از آن میدونین که من دوستم مثلا پوزیتیو باشم، چیز بدی حرف نزنم، ناراحت کننده نباشه، با اینکه من همیشه خوشحالم. بیشتر وقتا هر وقت این ویدیو انجام میدم خوشحالم و پوزیتیو اتیتیود دارم و همینه. ولی اتموسفر کلن سپورتر ایرانی هم شوکه بودش، که فکرم گفتم که همون که سویدان هستم بشنمه که والا خود سلاحتان یا خود سوید یا چی گفتم تو زمین فوتبال به هم دیگه نتونستم بشنمه که چی گفتم. ولی ایرانی ها عادت دارن به اینکه همون دیگه این مال ارینه آزادی ها دارن که اونجا هم که متاسفانه بیشتر مردن. و بله من دیدم که زن بیاد، ولی متاسفانه از ژاپن و مثلا از اون کشورهای دیگه زن ها میان، نه زن ها ایرانی، که متاسفانه. و همینم هستش فوتبال. و یه سیم که سلاحتن خیلی چیز خوبی گفتش که فوتبال یه ریلیجینه، یعنی که ریلیجین خودشو داره، فرق نمیکنه زن باشی، مرد باشی، بچه باشی، پیرمرد باشی، و همون که گفتم فرق نمیکنه کی باشی، فوتبال واسه همه است. و همینم واسه همه چی هستش، فوتبال، ماشین، مسابقه ماشین، بازی و اینا. و تو دفعه بعد خوب باشین، خوش باشین. ایرانیان بازی اوت.